استفانو پیولی سرمربی میلان اشاره کرد که آماده مربیگری در لیگ برتر انگلیس است و به همین دلیل روی یاد گرفتن این زبان کار می‌کند. آنتونیو کونته سرمربی پیشین تیم‌های یوونتوس و اینتر در آستانه معرفی به عنوان سرمربی جدید ناپولی است. القادسیه تیم تازه صعود کرده به لیگ حرفه‌ای عربستان درباره اخبار مذاکره با ژوز مورینیو پرتغالی به صورت رسمی واکنش نشان داد و این خبر را تکذیب کرد. گل فوق‌العاده آلخاندرو گارناچو مهاجم آرژانتینی منچستر یونایتد مقابل اورتون به عنوان بهترین گل فصل 2023-2024 لیگ برتر انگلیس انتخاب شد. باشگاه چلسی پیشنهادی 20 میلیون پوندی را برای خرید جیمز رافورد دروازه‌بان تیم فوتبال برنلی آماده کرده است. به هواداران تیم فوتبال ونکوور که از غیبت لیونل مسی در بازی لیگ برتر فوتبال آمریکا یا MLS برابر اینتر میامی ناامید شده بودند، تکت رایگان و تخفیف در قیمت غذا ارائه شد. باشگاه منچستر یونایتد دو هوادارش را که با تقلب موفق به کسب بلیت ورود به ورزشگاه محل برگزاری بازی‌های شیاطین سرخ شده بودند را برای 3 سال محروم کرد. کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید میگوید تونی کروس با شخصیت بزرگش از فوتبال خداحافظی می‌کند. و اینکه کیلیان امباپه ستاره فرانسوی پاریس سن ژرمن پس از آخرین بازیش برای این تیم و در آستانه پیوستن به رئال مادرید تاکید کرد فصل بعدی دوران حرفه‌ای‌اش شگفت‌انگیز خواهد بود.